همونطور که داریم مسابقات UK چمپیونشیپ سال 2023 رو دنبال میکنید، میدونین که امورونی هم شرکت کرده تو این مسابقه، قرار با مکگیل بازی بکنه. بریم با همین بازی جذاب رو توی مسابقات UK چمپیونشیپ با هم دیگه تماشا بکنیم. با من همراه باشید. خب چهره مکگیل رو داری نگاه میکنی، یه بچه سیبیلی هم کاشته و اینجا به 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 رونی اولسالیوان، رنک یک دنیا رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم. چیزی که بچه متوجه شدم، این اسپانسرشون برای یه کازینو هستش مستر کیو، و اینکه فقط سایت های این شکلی میتونن از پس چی میگم هزینه های این بازیکن ها بر بیان. بریم با هم دیگه ببینیم مکگیل با چوب کربن جدیدش این بار در مقابل سالیوان چی کار میکنه. واه، یه لانگ شات خیلی خوب از سالیوان. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و سعی میکنیم تمام مسابقات UK رو براتون پوشش بدیم و ببینیم دنیا دستی کیه. 11 فریم، هر کس که 6 فریم ببره برنده بازی هستش. شاید استوکرم به این سمت بره ها، شاید به سمت این بره که بازیکن‌ها دیگه با چوب بازی نکنن، با کربن بازی بکنن. شاید اصلا این کاری که مکگیل داره انجام میده پشتش یه قصه تبلیغاتی باشه که همه سوال براشون پیش میاد. این چوب مشکیه چیه؟ مشکی چیه؟ کربونه؟ کربون برندش چیه؟ فلان بیسا اینا. اینا بازی های تبلیغاتی هم میتونه باشه. کلن هم نسبت به چیزی که تا حالا تستش نکردین، امتحانش نکردید، سعی کنید گارد نداشته باشید. یعنی الان اگه تا حالا با چوب کربونه خوب، نه فیکه درب و داغون، تا حالا ضربه نزدید، اصلا در رابطه با کربن نظر ندید. مثلا من خودم با کربن بازی کردم، حسی که چوب میده رو کربن نمیده، اما اون کربنی که من باش بازی کردم اون کربنی نیستش که الان دست مکگیله. اوکی، در رابطه با اسنوکر دارم میگم، ایت بالش رو نه، ایت بالش با بهترین چوبای دنیا هم بازی کردم، زمین تو آسمون فرقشه. بعد بریم ادامه ماجرا چی میشه. توپ افتاده دست مکگیل، میدونی مثل چی میمونه چوب؟ مثل اونه که مثلا طرف چه میدونم یه کشوری نرفته، مثلا سوئد، بعد بیاد بشینه در رابطه با سوئد با تو صحبت کنه، آب و هواشو بگه، مردمشو به تو بگه، فلان بیسه. حالا ابعاد بزرگشو گفتم، چوب هم همینطوریه، تا چوبو تجربه نکنی، کار نکنی، ضربه باش نزنی، نمیتونی از تجربیاتت بگی بهشون که خوبه یا بده. اما تو فریم اول میبینیم که مکگیل 53 امتیاز کسب کرده با استایل جدید خودش، یه نیو فیسی هم درست کرده با سیبیل و این داستانا، و این قرمز رو بزنه. بله، بعد بگیم که فریم رو اول رو مکگیل از اسکاتلند میبره. واو، یه دبل خوب به سالیوان میزنه. همین الان که رفقا دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم، خودم دارم میرم مسابقات هفتگی، حالا میاد ویدیوش بیرون، اولین بازیمو خوردم به یکی از بهترین بازیکنهای ارزم با حضورتون که کشور افغانستان، و حالا روی ویدیو هم بازی نکردیم، ولی روی ویدیو هم قطعا دربارش توضیح میدم و ویدیوهاش هم انشاءالله میاد بیرون و میبینید. یه حسی به من میگه کاش تیپ چوبش هم به من نشون بده. مکگیلو تا اینجا 98 103 تا اینجا زده. واه، فریم اول با یه سنتری شروع میکنه. براو براو. حالا من یه چیزی الان در مورد چوب مکگیل بهتون میگم. یه حسی هم به این میگه تیپش هم کاموییه، کلیره، یه همچین حسی دارم.
پشتش یه دونه نواره، حالت چیز دیدم، حالت اسم خوبی داره، پلاستیکی دیدم، احتمالا کلیره. نه نمیزنه. Be the right shot to put the back because it don't think you could ever. خیلی هم بد میزنه. خب توپ میافته دست سالیوان، بریم ببینیم که رونی چیکار میکنه در این مسابقه. They found enough to get on that bottom right. 13. خب بریم مشکی رو میگیره یا نه. فریم اول یه بریک سنتری خورده و تو روحی مگیل که خیلی میتونه تأثیر خوبی بذاره. بریم ببینیم که سالیوان چی کار میکنه. سالیوان فقط یه چیزی رو یاد گرفته در مقابل کسی که بریک سنتری تو فریم اول بهش میزنن، اونم اینه که فراموش بکنه. انگار بازی از الان شروع شده. این تنها راهیه که بتونی فراموش بکنی و بازی خودتو انجام بدی. نه از پشت سبز حرکت نمیکنه بیاد این ور. 49 امتیازم بیشتر نمیتونه کسب کنه و وان ویزیت نتونست بکنه مکگیل رو. اوه چه پلنت خوشگل و تر و تمیز پیدا کرد. خیلی ظریف کاری نیاز داره اون، چون بینشون هم فاصله است. اصلا نداره که چی داره نگاه میکنه. فهمیدی میخواد چیکار بکنه با اون. خودش مستقیم این سخت بود، این میخواد بزنه به یه توپ دیگه بعد پلنت کنه به اون توپ بخوره. یا خود خدا چی دیده بود اون واسه. میگم خدایا این اصلا نمیبینه اون توپو چیکار میخواد بکنه. نگو چی تو سرش بوده. اوه یه ضربه عالی از مکگیل و توپ دو دستی تقدیمش میکنه. این اینکه توپ کاملا میذاره رو چشم سمت راستش، رو چشم قالبش توپ. نمیدونم مثلا ما چون دسترسی نداریم به مکگیل، کاش اگر کسی میدونه مصاحبه‌ای داشته، چه میدونم نکته ای بوده که چرا سویچ کرده رو دستکش و کربون که تغییر اساسیه. اگر کسی پیدا کرد حتما برام تو اینستاگرام بفرسته ببینیم چی بوده این داستان. سویچ کردن این شکلی تو این سطح بازی خیلی کار عجیب و غریبیه. مثلا سالیوان هم سویچ میکنه، مثلا گریپش و انگوشتاش رو جا به جا میکنه دیگه. نه اینکه دیگه از ریشه بخواد دستکش و چوب و همه چی رو بخواد عوض بکنه. 49 تایی که سالیوان زده بود و به راحتی ازش میگیره. اوه یکم چشنی التماس توش بود اونجا. فکر کنم یه چیزی حواس مکگیل رو پرت کرده. خب زاویه که درسته. نه بهترین حرکت ممکن بدونش درد سر. 11 تا هم شد مکگیل. خب حالا ببین یه چیزی به شما بگم. موقعی که این اتفاق براتون میفته و به اصطلاح خودم کامبک میخورید دیگه باید فراموش کنه دیگه. فقط شمایید و توپای رنگی. لعنتی این ورزش اسنوکر همش درس زندگیه. دید زندگی بهش نگاه بکنی همش درس زندگیه. آقا فراموش کن، رها کن، به آینده فکر کن. اصلا همش زنده، واقعا اسنوکر زندگیه. اصلا یه درس دیگه از از اسنوکر اینه که تو بعضی جا فقط یک بار فرصت اون ضربه اون کارو داری.
اگر دستش بری دیگه بر نمیگرده، مثل یه لانگ شات هست میزنه نمیفته و طرف میز رو میزنه. دقیقا همین هوک رو داره و تمام. به راحتی مکگیل فریم دوم رو هم از سالیوان میبره. یکم قشنگ اسنوکر اگه بذارید کنار زندگی، کلی نکته ازش یاد میگیرید که واقعا شبیه زندگیه. بریم به سراغ فریم سوم. 2-0 مکگیل جلو میفته. رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. ببین یه جوری باید بزنی که اون قرمز اون پشت رو بهش نده. Given that you're not really going to play to the bulk end because the no, I suppose that just adds a bit of normal. مکگیل عزمش رو جذب کرده که سالیوان رو حذف کنه، ولی سالیوان نمیذاره هم چه اتفاقی رقم بخوره. مطمئنن اینو با توجه به تجربه داریم میگیم. این چطوری در اومد؟ این چطوری در اومد؟ این آبیو تو چطوری زدی؟ نه اصلا کف پاکت نخورد، لبه باند خورد. اصلا داستانش فرق میکرد. 14 امتیاز بیشتر سالیوان نمیتونه امتیاز کسب کنه. توپی هم الان به نظر من اوکی. از فکر هم خواهد قرمز بزنه، بعد دیدم نه اصلا نوبت صورتیه. واه واه چه قرمزی در میاره ولی نمیزنه. 21 امتیاز بیشتر امتیاز کسب نکردش. Break didn't come to much. At the moment, it's it's a question of just getting frames on the board, digging in. Wow. In these sort of chances. نشد که بشه. نشد که بشه. One. داشت یه سوالی الان به ذهن من رسید. مکگیل هم توی ایران طرفدار داره یا نه؟ اگه طرفدار داره برام اسمشو بنویس سر روی تصویرم، ببین چه شکلی درستش. برام بنویسیم چند نفر این کلمه رو تایپ میکنن، چون واقعا آمار مکگیل رو ندارم که آیا طرفدار داره بازیش نداره. بازیش هم خیلی خوبه. چطور بازی کنه هستش که راحت نمیشه از صدش گذشت. بریم این فریمی که اولین فریمش رو سالیوان میگیره تو این بازی یا که نه. فریم قبل رو که یه بچه کامبکی خورد 49 تا. اینجا شرایط میز عالیه. تقریبا این قرمزم با رنگی بزنه و بگیم که یه جورایی فریم شده. اشکی رو بزن و فریم. سالیوان تونست فریم سوم رو به نام خودش بزنه و اولین فریم بردش رو تجربه کنه توی این بازی. جا رو ببین. اینجا رو ببین. McGill has looked good so far. 71. Rest so much as he has in this frame. Now we came in, does he? Why? عجب آبی زد. وای عجب آبی زد. میز رو تا آخرش میزنه.
براوو براوو براوو. بریم با هم دیگه به سراغ فریم چهارم استیج خوشگل یوکی چمپیونشیپ 2023 رو نگاه میکنید که توی هر باز توی هر تایم دو تا بازی بیشتر انجام نمیشه. بریم به فریم چهارم ببینیم این فریم مال کدوم یکی از این دو بازیکن حرفه‌ای هستش. نه میخواد سالیوانو بندازه پشت توپ زرد، این اتفاق رقم نمیخوره. چه گفتم تو دل این بازی های یوکی، بازی هایی که طرفدار زیادی دارن رو فقط پوشش میدیم. Was being sent round the table from the shot. واه کلوز. یه حمله میکنه نمیافته. واه دو تا پاکت تست میکنه نمیافته دوباره. سالیوان ضربه‌شو میزنه به پک، کیو بالا میاره پایین میز. مکیل هم شانس خودش رو یه امتحانی میکنه. که مکیل نیو فیس داریم میبینیم. سنوکر میشه در نمیاد. فکر کنم ادامه بده مکیل از همونجا. قطعا ادامه میده چون موقعیت خوبیه، توپ بهش داده. واه یه ضربه قشی میزنه. وای زرد و نزد، وای زرد و نزد. بهترین موقعیت برای سالیوا اینجا رو ببین. لانگ پاتو ببین، لانگ پاتو ببین جان جان، اینجا رو ببین دیگه. همه تون میدونید دیگه موقعی که پاکت از توپ آبجکت دوره میشه لانگ پات، موقعی که کیوبال از توپ آبجکت بال دوره بهش میگن لانگ شات. توپ افتاد دست سالیوان. بریم ببینیم این فریمی که عقب هستش رو جبران میکنه یا که نه. اوه کوچولو چاشنی التماس توش بود. ناکن این خوب نیست، هر لحظه امکان داره اون توپ نیفته. خب 41 امتیاز تا اینجا قصه، 42 امتیاز. You're seeing though, Sullivan's not done much wrong. Pot success very high. I expect it to remain. جو هفت دیدین یه دونه زرد و نزد، توپ افتاد دست سالیوان و داره فریم میشه. هنوز فریم نیست. بزنی یه قرمز دیگه هم بزنه که دیگه 100% به شما بگیم فریم. بله و فریم اتفاق میفته. سالیوان 74 امتیاز زده. اگر کل میزو بزنه 132 امتیاز میشه. بریم ببینیم آیا 132 میزنه یا کمتر. فریمو که قطعا برده. اونی چی؟ سالیوان دو فریم عقب میفته، دو فریم رو سریع جبران میکنه. بریم با هم دیگه به سراغ فریم پنجم. دو دو با هم برابرن. ببین میزنه لانگ پاتاشون 83% به 25% بوده. یه سنچ رو بیشتر نداشتیم توی این مسابقه تا هم به این لحظه. ببین خیلی مهمه تو توپ رو ندی به بازی گم. و
واقعا استونکر این شکلی دیدن خیلی بیشتر میچسبه، چون واقعا الان همین استونکر شما بشید 4 ساعت 5 ساعت وقت بذاری نگاه بکنی، ولی الان میشینیم با هم دیگه مثلا تو 20 دقیقه 30 دقیقه کل اون 5 ساعت رو تماشا میکنیم و کیف میکنیم با هم دیگه. من خودم واقعا تحمل دیدن 5 ساعت استونکر رو ندارم. چقدر خوب میزنی پسر، چقدر اینا رو تمیز و مرتب و منظم میزنی. واه یه ضربه شانسی اینجا رو ببین. بعد خب جزوی از بازیه دیگه، با دست که بازیکن ها نمیندازن که، ولی خب پشتش هیچی نیست. یه ضربه سوپر بد، سوپر بد، نمیدونم چرا این ضربه خیلی آماتور بود از مک‌گیل. عصبی شد، چی شد چرا اینطوری زد؟ یه بازیکن آماتور هم میدونه که نباید بره تو دل پک‌های همین شکلی. Any more, I wouldn't say. Safety. 53. 58 امتیاز. موتور سالیوان روشن شدش. موتور سالیوان روشن شد. تمام. این فریم رو هم میبره خیلی راحت. 2-0 تبدیل میکنه به 3-2 و قطعا ادامه نمیده. مک‌گیل، براوو آنتونی مک‌گیل. بریم به سراغ فریم ششم ببینیم که مک‌گیل چیکار میخواد بکنه. خیلی خوب و طوفانی شروع کرد، یه 2-0 خیلی چغر بدبدن گرفت از سالیوان، یه کامبک هم زد، ولی انگار موتورش خاموش شد. اینجا رو ببین، همونطوری که موتور مک‌گیل خاموش شده اینجا رو ببین، یه سوپر شات میبینیم از سالیوان. Well, good signs here. As he cans into the pink and loses his way completely. قرار نیست هر ضربه ای منجر به گرفتن توپ یا به اصطلاح عامیانه شارسازی بشه. ضربه بدی بود. خیلی ضربه بدی بود. 19 امتیاز بیشتر نمیتونه کسب کنه. بچه تمام بازیکنهایی که مخاطب دارن رو بازیشون رو توی لیست انتظارمون هست، و چون ما تو روز یه دونه ویدیو بیشتر نمیذاریم، شما مثلا با یک روز تأخیر ویدیو رو ببینید، ولی خب خیلی ها میدونم که نگاه نمیکنن بازی ها رو و وامیسن با ما نگاه میکنن. دمتون، خیلی هم مثلا بازی ها رو نگاه میکنن بعدم میان با ما نگاه میکنن. دم همتون گرم. باید به سلیقه همتون احترام گذاشت. همه آدم ها شبیه هم نیستن. دوباره مک‌گیل. به نظر من ذهنی ریخت به هم. نمیدونم چرا ولی ذهنی ریختش به هم. به هم اندازه که مک‌گیل ریخته به هم، به هم اندازه سالیوان خیلی ریلکس، خیلی آماده داره بازی میکنه. ببخش حواظان نبود تعریف میکردم. بریم سراغ فریم ششم. مک‌گیل توپ میفته دستش، پوزیشن مشکی که کامل بسته، صورتی هم که جذاب نیست مگر اینکه پات بشه بیاد سر جاش. بازیکن ها مجبورن که توپ ها رو هدفشون و تارگتشون بزنن رو توپ آبی.
spottable. Getting the pink on his spot would be very handy. نمیتونه، خیلی سخته. تو بخوای هی توپ از این و بکشی به اون و از اون و بکشی به این و قصه سخته دیگه. نشستی میگیم لنگش کن، واقعا کار سخته. اوه نه دیگه، یه جورایی میخواد دو منظوره بزنه اونو. خب سالیوان میزنه صورتی رو هم باز بکنه. اوه چه لانگ شات خوبی، آیا پشتش توپی هست؟ اوه 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 او نه، خیلی بد، خیلی بد. اینا فقط عدم تمرکزه ها، یعنی هیچ چیز دیگه ای نمیتونه دلیلش باشه. اوه 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 بچه مردم گذاشت کجا؟ این که هیچ، این هم هیچی، مشخص هستن، این هم هیچی. This isn't going to change. He's not going to hit this. خب بزنه بغلش بگیره بیاد بالا. ناکن بغل این قرمزه بگیره بیاد بالا. واه دقیقاً همین منظورم بود. واه 46 35 اوه او یکم بیشتر گاز بده. نخورد. دک نخورد. اوکی بهش اعلام میکنه دو بار تو توپو داری، اگر این بار بهش نخوره فریم رو میبازی. متوجه شدین؟ یکی از قانونهای اسنوکر، شما اگر که توپ نوبت به صورت فول بال داشته باشیدش و بخواین این کار انجام بدین، هی بزنین بغلش رد بکنین، داستان رو دو بار اجازه داریم. بار سوم فریم واگذار میشه. برای همینه که دیدی مکگیل زد تو دل قرمز، برای همین بودش. داورم بهش اعلام کرد که دو بار زدی و باید داور اعلام بکنه. حتما حتما داور باید اعلام بکنه. نه نه این پاکت بیلیارد نیست که تو اون شکلی توپا بندازی. 54-49 اختلاف خاصی هم نداشتم با هم دیگه. موقعیت عالی برای سالیوان، یه میز کلاسیک به دستش رسید. و قطعا میز کلاسیک رو میزنه و تمام فریم ششم رو هم سالیوان با نتیجه 4-2 جلو میفته. بریم به سراغ فریم هفتم، ببینیم سالیوان چی کار میکنه. دو فریم دیگه از مکگیل بگیره به مرحله بعد مسابقات UK چمپیونشیپ صعود میکنه. 7 بار تا حالا قهرمان این مسابقه شده سالیوان و نمیدونم چرا مکگیل انقدر یهود پاچید از فریم سوم به بعد. نمیدونم دلیل خاصی نداشتش، نمیدونم اتفاق عجیب و غریب و خاصی نیفتاد. اینجا رو ببین، انگار با دست اوورد پشت توپ بعدی. بریم ببینیم آیا وان ویزیت میکنه مکگیل رو یا که نه. این بازیکن آماتور الان یه جوری میزد به این پک قرمز که این 10-15 توپی که اون وسط هست باز بشه. ولی بازیکن حرفه‌ای سر فرصت، سر حوصله، دونه به دونه کار اداری توپای قرمز رو انجام میده. تا اینجا 47 امتیاز. ببینیم وان ویزیتش میکنه یا نه. 54. شرایط میز که مساعده واسه این داستان و این بازی. Back into the reds. In reverse size on it.
nowhere near them. So he wants to leave it there. یه تستی میکنه برای دبل. واه چقدرم نزدیک زد، چقدرم نزدیک زد. نتونست وان ویزیت بکنه مگیل رو، ولی اینجا یه لانگشات خیلی خوب میزنه و هنوز فریم نیستش سالیوان. نه بازیمون پاچیده، پاچیده بدن، پاچیده و تمام فریم هفتم رو سالیوان میبره. مگیل خیلی عجیبه، باید بره روی این موضوع کار بکنه و ببینه که چی میشه که دو هیچ جلو. حالا اوکی یه فریم باختی دیگه، نباید تا آخرش رو ببازی، که اونم از بازیکن با تجربه مثل مگیل خیلی این نکته عجیبه. و این فریم رو سالیوان میبره و فریم مهمی بود، چون که به مرحله 5 رسید. تنها یک فریم دیگه اگر سالیوان مگیل رو ببره وارد مرحله بعد میشه. No, and there may never be again. Appreciating his incredible achievements. The crowd certainly here today. I mean, it hasn't been joy seeing him win one more frame, because that's all he needs now. صورتی و چه شکلی میزنه. To get this one. نزن دیگه، چی کار مسخره ای. بریم به سراغ فریم 8-2. 5-2 سالیوان ترور کردش مگیل رو، کشتش. پنج فریم پشت سر هم مگیل رو بخوای ببری، خیلیها دوباره تو فریم هشتم توپ افتاده دست سالیوان. خیلی ذهنی به هم ریخت مگیل. ببینیم آیا این فریم وان ویزیتش میکنه یا نه. توپ داره اون آخریه، فکر کنم داره. کنترل کیوبالو ببین، واقعا میگم هر کسی بشینه اسنوکر نام کنه کاری نداره، که این توپ رو زد، خورد به اون افتاد، اوکیه دیگه. نمیدونی که چقدر تمرین و قصه پشت این داستانه، چقدر تمرکز نیاز داره. هر یه دونه از اینا مثل سوزن نخ کردن میمونه. یک بار میتونی دست ببری عقب، یک بار بیاری جلو، دقیقا مثل سوزن نخ کردنه. هنوز فریم نشده. وای چی کار کردی با این مگیل. تمام سالیوان مگیل رو از مسابقات UK چمپیونشیپ حذف میکنه، وان ویزیتش میکنه در فریم آخر. و ببینیم که چه بریکی رو ثبت میکنه. 79 تا زده، اگر بخواد کل میز رو بزنه میشه 137 تا. باریکلا آبی رو میزنه، میزنه 87 تا. آیا قرمز میگیره؟ نه، تمام. باریکلا going 2-0 up, but O'Sullivan responded. He finishes in style. خب رفقا، اینم بود از بازی سالیوان و مگیل. چی بگم، 6 فریم پشت سر هم مگیل رو بزنی به ترکونی بی وقفه، فقط کار سالیوان میتونه باشه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا یه شب دیگه، یه ویدیو دیگه. فعلا خیلی چکرین. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از
بیلیاردشو دریافت بکنی. پکیج آموزش تصویری بیلیاردو اسمی که شرکت در کلاس‌های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیاردو اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.